مجیب خلبتگر رئیس اجرایی نهاد پشتیبان از رسانه های آزاد افغانستان برای بحث بیشتر با ما هست آقای خلبتگر سلام بر شما سپاس از حضورتان در ترونیوز حالا فکر میکنین که ندادن اطلاعات از جانب حکمت تنها خلاصه میشه به این سرنوشت معلوم نبودن سرنوشت ماده 92 قانون اساسی که ناد در موردش چیز نمیگه یا بیشتر و بزرگتر از این است بسم الله الرحمن الرحیم سلام به شما و تمامی بشما. کسایی که ما را و مشنون. ما فکر میکنم یک اصطلاح مش نمونه خروار همی است ما فقط یک جزه از موزل بسیار کلانی که روزنامه‌نگاران و خبرنگاران باش به با صورت روزنامه و روزمره و چهار هستند را فقط میتونیم مستاقش دمی بی سرنوش بودن یا حداقل من نمیفهم نام از اختطاف مانیم نام از دزدی نامه ریاست جمهوری و دادگاه عالی بمانیم در اینجا میتونیم این ببینیم وقتی شما به عنوان یک روزنامنگار برین و به هر نهاد حکومتی مراجعه بکنین قطعا با می سرنوشت دچار چهار هستین ما پیش از به عنوان مثال دو یا سه سال پیش ما بزرگترین چالش فرارای کار آزادی بیان در افغانستان را مسئله امنیت داشتیم بعد از او مسئله کمک های مالی بر رسانه ها داشتیم و در گام سوم دسترسی به اطلاعات به عنوان یک چالش بر ما مطرح بود متاسفانه امروز و در حکومت وحدت ملی ما اما چالش بسیار کلان را به عنوان دسترسی به اطلاعات میخوانیم پس از او امنیت و پس از او مسائل مالی این خودش نشان میده که چقدر دستاندارکاران و کارگزاران و حکومت وحدت ملی دارن قوانین افغانستان را و خصوص قانون رسانه ها و قانون اساسی افغانستان را و قطعاً قانون دسترسی به اطلاعات را زیر پا می بر مبنای ماده پنجاه قانون اساسی افغانستان بخش سومش دسترسی به اطلاعات حق هر شهروند است مهمترین وسیله مستاق پیدا کردن این ای حق می رسانه‌ها رسانه ها باشه حال دولت رسانه ها را از دسترسی به اطلاعات متاسفانه محروم می سازد. آقای خلوتگر اقدامات و مجانه به صورت گرفت تا ریاست جمهوری افغانستان و شخص رئیس جمهور مستقیما در این موارد گفتایی داشت. اما پیامداش چی بود؟ در زمینه دسترسی به اطلاعات اگر آقای رئیس جمهور واقعا می کمک بکنن بیاین بگوین دادگاه عالی چرا معلومات بر رسانه ها نمیده؟ با صورت واضح بیان بر رسانه ها بگوین که دادگاه عالی از این پس با توسط فلان آدمی معلومات ده اگر واقعا رئیس جمهور میخواد از قلب کار کنه از دل کار کنه اصطلاحا بیاید اما ام 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 نشست خبری سخنگویانش به صورت هفتوار دوباره دایر کنه دو سال از ما نشست خبری سخنگویان رئیس جمهور نداریم شما وقتی از رئیس جمهور و سخنگویش بخواید چیزی بگیرین باید از طریق ایمیل برشان نامه بفرستین از طریق اینترنت نامه یا ایمیل بفرستین بعد سوال تا مطرح کنین بعد اونا براتون کلپ میفرستند. واقعا رئیس جمهور چیکار کرده تا حالا حداقل در این زمینه ما فکر میکنم با گفتن و ای که طرفدار آزادی بیان هستند آب از آب تکان نمیخوره رئیس جمهور رئیس اجرایی کارگزاران نظام در کل بیان و نشان بدن که طرفدار آزادی بیان طرفدار دسترسی به اطلاعات هستند از طرف شهروندا آقای خلوتگر یعنی شما گونه میگین که حکومت اراده بسیار جدی دیگه نداره حداقل در این راستا در کمک بر آزادی بیان ما اراده حکومت ها نمی نمیبینیم می بگوییم که چند تا کار مثبت از طرف حکومت و ملی صورت گرفته خود امضای قانون دسترسی به اطلاعات در روز دوم حکومت یک کار مثبت بود اما ای که عملی نشه ما تنها با داشتن قانون چی دردی دیره می بکنیم مسئله تایید مقرره مسئولیت روزنامه‌نگاران مسئله تایید مقرره طرز تاسیس و فعالیت رسانه های امگانی موارد مثبت بودن هیچ کدام از اینا عملی نمیشن ما شاهد گسترش خشونت علی روزنامه هستیم یک قسمتی خشونت ها برمیگرده به دسترسی به اطلاعات ما شاهد سخت شدن دسترسی به اطلاعات هستیم ما فکر میکنم اراده وجود نداره اگر اراده وجود داشته باشه باید این را ثابت بسازن کارگزاران حکومت دلایل عمده داره در چی میبینین؟ حالا حداقل به گفته شما شوارا زیاد بوده ولی عملی نشده و میگن که خب اراده وجود نداشته اما فکر میکنین که خلاصه به اراده میشه این که مشکلات دیگه اصلا وجود داره در پلویش خب وقتی ما راجع به اراده گپ میزنیم قطعا اراده برایند چند تا کار از جمله هماهنگی در میان نهادها است مثلا ما فکر میکنم یکی از دلایل عمده چون این بحث میتونه موجودیت درزهای بسیار یا شکافهای بسیار عمیق در میان کارتهای دو تا رهبر باشه یا به باره دیگه در میان تیمهای دو تا رهبر باشه ما امروز می میبینیم که حتی رهبری تیم رهبری حکومت وعدت ملی تیم آقای غنی داره به چند دسته تقسیم میشه یک گروه کارایی را انجام میتن که رئیس جمهور آگاه نیست کارهای رئیس جمهور آگاه انجام میده که گروه دیگه انجام آگاه نیست این موارد باعث میشه که حداقل در زمینه مسئله فرسادن نامه و دادگاه عالی ما شاید چند تا روایت از یک واقعی واحد باشیم اوقی خلوتگر با توجه به این اقتامات که حکمت کرده و مشکلات هم که شما در موردش حرف این وضعیت خبرنگاری و کار خبرنگاری را در افغانستان درست در زمان حکومت وحدت ملی و به ویژه فعلا چگونه تعریف میکنید آزادی بیان با چالش های عدیده مواجه است متاسفانه عدم حمایت حکومت بزرگترین چالشش که این عدم حمایت چی در زمینه ارائه مکان مسئون و وضعیت مسئون در, در زمینه کار رسانه ایست چی در زمینه ارائه اطلاعات معتبر و مورد نیاز رسانه هاست و چی در زمینه مثلا حتی ارائه این موقف و حکومت به صورت عام که طرفدار آزادی بیان است به این چالش ها مواجه است من به عنوان یک کسی که در رسانه کار میکنم و مدت مدید از دهی راستا شاغل هستم فکر می کنم که آزادی بیان قطعا به عنوان نهادینه ارزش در در 14 سال اخیر به طرف عقب نمیره ولی قطعا فرارای رشدش یا به در, در راه رشدش این موارد می سد کلان واقع شوه و ما او دستاورد بسیار عظیمی ره که هر روز شاهد شکوفاییش بودیم دیگه شاید شاهد شکوفاییش نباشیم آقای خلوتگر چی باید شود حکومت وحدت ملی رهبرای حکومت وحدت ملی بر مبنای قانون عمل بکنند اگر چنین کاری کار نمیشه و وضعیت ادامه پیدا میکنه رسانه های افغانستان اقدام بکنند مهمترین اقدامی میتونه باشه که به صورت مقطعی مثلا در یک هفته یک روز اخبار و حکومت تحریم شود تا اونا متوجه شوند که قدرت رسانه ها و توانایی رسانه ها چقدر است در این زمینه در مورد خود رسانه ها چی میگن واقعا ب... این امانگی هم وجود داره یعنی امکان داره که این وضعیت به بار بیاد اگر حکومت همین گونه پیش بره ما فکر میکنم اگر چنین نمانگی به وجود نیایه قطعا آخر روز رسانه نابود میشن کم و این که آزادی با بیان به عنوان یک ارزش میتونه باقی بانه اما رسانه ها با مرور زمان شاید خاموش شوند و متوقف شوند یا به نحو به یک رسانه حکومتی تبدیل شوند ما از سال 1392 تا امروز بیشتر از 150 رسانه را شاهد خاموش شدنش بودیم اگر به چنین و واگرایی ادامه بتن این روند میتونه تسریع شوه و ادامه پیدا بکنه کلش ما اشاره کردین که ادامه این بوران میتونه که جلو رشد بیشتر رسانه را بگیره حداقل کاری را که در این مقطع حکومت میتونه انجام بده که خب این این صدا را برداره و مشکلات را از بین ببره چی است یعنی کوچکترین کاری که میتونه دقل انجام بده حکومت و عدت ملی اولین کار که میتونه ایست که چگونگی دسترسی به اطلاعات را به صورت نظاممند و سامانمند و آنچه که قانون دسترسی به اطلاعات میگه امیر روشن بسازه چرخش آزاد اطلاعات را صدایش چی امنیتی چی استخباراتی چی ملکی اگر رو بر رویش هست ایره برداره مسئله دوم بپردازه و بررسی قضایای خشونت علیه روزنامه نگاران دوسیه هایی که موجود است مسئله سوم رسانه ها را بگذاره حکومت وحدت ملی تا به شکل آزاد فعالیت بکنن از برخورد استخباراتی و برخورد مدیریت استخباراتی با رسانه ها با تعدادی از رسانه ها که تا جای مد جریان هستم باید حکومت وحدت ملی پرهیز بکنه در این حالت میتونه حتی رسانه های افغانستان با عنوان یک همیار و همکار حکومت وحدت ملی در آتی ارزندان بکنه سپاس کرد مجیب خلبتگر رئیس اجرایی نهاد پشتیبان از رسانه های آزاد افغانستان از حضورتان در محور سپاس